چهره عایشه در منابع اهل سنت. یک، در بیش از 150 منبع اصلی اهل سنت آمده است رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند انا حرب لمن حاربکم، یعنی کسانی که با اهل بیت من در جنگ و عداوتند آنها در حقیقت با من در جنگند. دو، ابن ابوالهدی در جلد 9 صفحه 199 نقل می کند حضرت علی علیه السلام فرمود ولو دعیت لتنال من غیبی مثل ما اتت الیه لم تفعل. سپس ابن ابوالحدید نوشته فهذا حق لانها لم تكن تجد علی عمر ما تجده علی علی ولل حال الحال، یعنی امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود اگر تمام شرایط موجود در عصر خلافت من و اوضاع سیاسی و اجتماعی حاکم بر فضای خلافت من همه و همه برای عمر بود و به جای من پس از قتل عثمان عمر خلیفه می شد، امکان نداشت عایشه با او بجنگد. عایشه فقط در جنگ با من است که انگیزه‌ای قوی دارد. ابن ابوالحدید تصدیق کرده و گفته برداشت علی علیه السلام از عداوت عایشه نسبت به خودش کاملا درست است. اینک از دو بند بالا خلاصه می شود. الف، طبق متن نهج البلاغه عایشه با امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام جنگید. ب، طبق دلالت 150 منبع اهل سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند جنگ با علی به منزله جنگ با خود رسول خداست. جیم، عایشه با رسول خدا صلی الله علیه و آله جنگیده است. اینک وجدانهای بیدار داوری فرمایند جنگ با رسول خدا مستلزم چه حکمی از احکام الهی است؟ اینک طبق مشی قرآن کریم حرکت می کنیم. یک، در آیه 10 از سوره تحریم از زنان پیامبران سابق کسانی را می شمارد که کافر بودند. دو، طبق آیه 4 از سوره تحریم دو زن از زنان رسول خدا صلی الله علیه و آله در صدد تبانی بر ضد رسول خدا بودند. سه، متون متواتر اهل سنت و صحاح اهل سنت. ابن عباس میگوید عمر گفت آن دو زن تبانی کننده بر ضد رسول خدا در آیه 4 سوره تحریم عایشه و حفصه بودند. بنابراین می تواند عایشه و حفصه هم ام المؤمنین باشند هم کودتاگر. این است حاصل منطقی چیدن پازل های تاریخ اهل سنت برای بیان مقام عایشه.